عیدتان مبارک هموطنان عزیز. در این بخش هم قهرمانان از دنیای ورزش را با خود داریم که آقای نصرت الله آخندزاده و جناب روح الله محمدی قهرمانان مبارزات آزاد با ما هستند. صحبت های دانه می داشته باشیم، اینکه عید را چگونه آغاز کردن، ماه مبارک رمضان یک ماه چگونه سپری شد، تمریناتشان چگونه سپری شد، بیشتر صحبت ها. سلام، صحبتان بخیر، خوش آمدین، عیدتان مبارک. سلامت باشین، سلام خدا خدمت شما، خدمت بینده های خوب تلویزیون خورشید، خدمت قهرمان عزیز ما تقدیم میکنم. عید و شما و از طریق پردیش تلویزیون شما با تمام هموطنان عزیز خود تبریک میگم. خدا کنه که یک عید خوب خوشی را آغاز کرده باشن. تشکر، زنده باشین. شما هم خوش آمدین. سلامت باشین، ما هم سلام عرض میکنم خدمت شما قهرمان عزیز. عید به تمام مردم افغانستان تبریک میگم، ان شاء الله که یک عید خوب خوش بلکل کسنگ چه در نول دن کم گوتا سوڑیری وقت پدی فکریو حقا کسان چه دی ورزش لبرخ سخدی حقا کسان چه ورزش کوی نونه ناروغان کیگی دی خی او سالمی روختی سخ برخمه نوسیگی رازی نن باو پختو دی خاغلی روحلا سخا تاسو هم یعنی دیر وقت ورست ناروغان کیگی کنا زرزر نفهمیم. گفتم بسیاری شما به این فکر هستیم کسی که ورزش میکنه از دنیای ورزش هستن، یعنی به زودی مریض نمیشن، صحتمند میباشن، بخاطر که ورزش باید سلامتی ما میشه. شما چطور؟ بله دقیق است، میگن عقل سلیم در بدن سالم است، پس هر کسی که سپورت میکنه از آفت های مرض هایی که واقعا اکثریت دوستار که زیاد پرخور هستن، فعالیت فیزیکی ندارن، به نظر ما با ورزشکارا بهتر است، چون هم ورزش میکنن صحتمند میباشن. با فضل خدا ما شکر خدا تا به حال کدام مریضی که از این لحاظ باشه تجربه نکردیم. بسیار خوب آخوندزاده صاحب، یک ماه مبارک رمضان چگونه سپری شد؟ آغاز عید بر خود چگونه بود؟ تمرینات و قرنطینه که بودین یا هم مثلا همین رژیمی که در ماه مبارک رمضان داشتین چقدر تاثیرگذار بوده یا خیر؟ خب تشکر. ماه مبارک رمضان قسمی که از نامش پیداست واقعیت یک ماه با برکت در تمام عرصه زندگی بخصوص به ورزشکارا است. خب ماه مبارک رمضان ما امسال و بسیار خوبی سپری شد و قرار ما در قرنطینه بودم و تمرینات بسیار خوب فشرده ما پیش می بردم. قرار مسابقه که متاسفانه مسابقه ما نشد نسبت مشکلات که بود مسابقه ما نشد و در کل یک ماه مبارک رمضان هم دو تایم تمرین میکردیم و در حدود یک 10 کیلو وزنم که میخواستیم کم شوه هم وزن خودم کم ساختیم و آماده به مسابقه انشالله که بعد از این بخیر برنامه خوب پیش رو داریم، آمادگی های بسیار خوبی داشتیم. در کل یک ماه بسیار خوب بود به تمام مردم دنیا و مسلمانانش بخصوص به مردم افغانستان بخصوص به ورزشکارا یک ماه بسیار خوب است. بسیار خوب، خیلی خوب. و آقای روح الله شما بر ما بگوین آیا دختر خانم ها هم میتونه که در مبارزات آزاد اشتراک کنه یا هم تمرینات را که شما انجام میتین ما هم میتونیم؟ بله چرا نمیتونیم؟ در... اگر بخوایم باید کدام راهکارهایی را انجام بدیم تا از که ما هم بتوانیم اندام ما را هم فت بسازیم مثل که شما تمرینات انجام بدین، کدام راهکار هاست؟ خب ورزش اگر ببینیم بیرون از افغانستان دختر خانم هم هستن که تا قهرمان های سازمان های بسیار بزرگ دنیا هستند که کمربند دارن و قهرمانی دارن که متاسفانه در افغانستان در مبارزات آزاد نداریم، در ورزش های رسمی هست ولی بسیار کم هستن دیگه. اونا هم میتونن که سپورت بکنن، تمرین بکنن و از حرکات فتنس استفاده بکنن، از غذاهایی که میتونن در رژیم بگیرن، میتونن خوب تمرین بکنن. هنگام ورزش کردن غذا بیشتر زیاد بخوریم، بیشتر چربی یا ترکاری کدامش یا هم کمتر باید غذا اثر کنه؟ نال ترکیب غذایی فرق میکنه، اگر بخوای وزن بگیری فرق میکنه و اگر بخوای وزنت ثابت باشه یا وزنت کم کنی او متفاوت است. مینا جان تو پرسان کت فکر میکنم علاقمندی زیاد برشته میداره، معلومات زیادتر میگیرن که بخیر. باز اگر امکانش باشه دختران هم اگر بتانن اشتراک داشته باشه. تو مینا جان خیلی خوب، ما شبانه جان ورزش خیلی دوست دارم، هر صبح پیش از اینکه ما از خواب که میخیزم نماز خوانده باز بعد از او قدم میزنم ورزش میکنم، یعنی نمیخوام که وزنم زیاد شوه.
خودم میخوایم که حفظ کنم. بسیار خوب، تشکر، زنده باشین از اینکه در برنامه ما تشریف آوردین. انشالله که بتونین سه روزی را موفقانه سپری کنین. اگر گفتنی پیام هست کامره در خدمت. سلامت باشی، تشکر از شما، از برنامه خوب شما. بازم عید به تمام وطنان عزیز خود تبریک میگم. خدا کنه که یک عید خوب در کنار فامیل خود داشته باشن. تشکر، زنده باشین. من تشکر میکنم از شما و عید به تمام مردم افغانستان تبریک میگم. انشاءالله که یک عید خوب و آرام داشته باشن. تشکر، زنده و سلامت باشین. خوشحال شدیم، خوش آمدین. سلامت باشین. خوش داشتم. تشکر.